عبدالله نام دارد. او پس از 3 سال آمادگی در آزمون و کنکور امسال به دانشکده دلخواهش دانشکده حقوق دانشگاه کابل را یافته است. اما اکنون که بیش از 1 ماه می شود دانشگاه های دولتی در کشور بسته است، او نگران آینده اش است. خودم به بسیار سختی توانستم که درس و تحصیل ما ادامه بدم تا حتی که در رشته دلخواه خود کامیاب شم در پنتون، اما فعلا سرنوشت ما معلوم نیست که چطور می شود. بر بنیاد آمارهای وزارت تحصیلات عالی، 32 دانشگاه دولتی در افغانستان فعالیت دارد. سابرک دانشجوی سال آخر دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل است میگوید اگر دانشگاه های دولتی به زودی بازگشایی نشود، بیشتر جوانان از ادامه تحصیل در کشور ناامید می شوند. حکومت سقوط کرد، باز هم دانشگاه ها دروازه‌هایش برای محصلین بسته شد و این وضعیت باعث شد که زیادتر از محصلین ناامید شوند. از لحاظ تکنیکی یک نوع مشکل به خاطر بازگشایی نهاد تحصیلات عالی دولتی وجود ندارد. تمام نهاد تحصیلات عالی دولتی آماده هستند که درهایشان برای محصلین عزیز باز کنند. اما اختلاف که میان رهبری وزارت تحصیلات عالی افغانستان در قسمت حضور خانم نهاد تحصیلات عالی و در صنوف وجود داره متاسفانه مانع ازی شده که تا به امروز درهای نهادهای تحصیلات عالی برای محصلین بسته گذاشته شده. با این همه وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که کارشیوه بازگشایی دانشگاه‌های دولتی آماده شده و پس از تعیینات جدید تمام دانشگاه‌های دولتی در کشور بازگشایی خواهد شد. تنها موضوع طرز عمل نیست، خلای خیلی قوی ایجاد شدن، مثلا رئیسان بودن، معینان بودن یا سر آوردن پرسنل جدید در اداره کار میکنن. نگرانی ها از بسته بودن دانشگاه های دولتی در حال ابراز می شود که درس ها در دانشگاه های خصوصی در 15 اسمبلی سال روان خورشیدی با شرایط تازه از سوی وزارت تحصیلات عالی آغاز شده است.